اجازه نمیده که خطر تهدید بکنه. یه بار دیگه موقعیت و توی دروازه، گل برای تیم سپاهان. نتیجه یک بر صفر میشه. چه کسی هم موفق به گل زنی میشه؟ ولیسیانی دومین گل فصل خودش رو میزنه. خوشحالی بی اندازه هواداران سپاهان. یورگی ولیسیانی مدافع پیشتاخته تیم سپاهان و ناراحتی کرابی میلیج. سید حسین حسینی، این ارسال محمد رضا حسینی و این هم ضربه پای راست ولیسیانی. از این نما ببینیم چه اتفاقی رخ داد. این ارسال و فرار از خط آفساید توی این نما بهتر میشه دید و دروازه‌ای که باز میشه. در دقیقه 14 حساب کار 1-0 میشه به سود سپاهان. کیانی خواهند زد، سال به روی دروازه و توی دروازه، توی دروازه. گبلسیانی دروازه رو باز میکنه، شهر خود رو باز میشه. ببینید خروج بعد، پوشش نامناسب، نگرفتن فضاها و ضربه سر گبلسیانی که خیلی خوب پا شده. گئورگی ولیسیانی نتیجه رو 1-0 میکنه و خوشحالی هواداران سپاهان و پیام نیازمند. چهارمین گل فصل این چهره گئورگی ولیسیانی. گبلسیانی هم صدا میزنن این بازیکن رو. 4 گله میشه با این گلی که از روی نقطه پنالتی زد. نگاه کنید با پای راست اصلا سینی که اما درش از اون بازی ها گلزنی نکرد. اون یک ضربه سر فرصت برای نساجی و توی دروازه، توی دروازه. غافلگیر میکنن نفتی های آبادان رو. خروج ناموفق، جلو تربازی کردن و آوردن فشارهای زیاد هستن. صحنه گل رو یک بار دیگه میبینیم. فلافل عقب میافته یا فرصت طلبی ولیسیانی کدام یک؟ ضربه حالا باید زده بشه. جورج ولیسیانی ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل. نساجی اولین ضربه پنالتیشو تبدیل به گل میکنه و علارغم تشخیص درست نیازمند، نساجی فعلا 1-0 جلو میفته. این ضربه پنالتی به جایی رفت که دروازه‌بان اگر 50-50 هم بکنه مهارش مشکل هست. یه نگاه کرد، با بغل پا فنی زد به کنج دروازه. حالا اجازه میده حرکت ولیسیانی و گل و گل و گل و گل و گل. نساجی حساب کار رو 2-0 میکنه. یه نتیجه فوق‌العاده برای نساجی ها در ورزشگاه خانگی. فوتبال در قائم شهر که با این تیم زندگی میکنن. اینجا ضربه ولیسیانی دور از دستان سالاری که از این زاویه به زیبایی میتونیم. ولیسیانی صحنه حساس در استادیوم تختیه جام. جورجی ولیسیانی با دورخیز میزانه برخلاف جهت و توی دروازه. 2-1 حالا حساب کن. موفق میشن بازیکنان نساجی یا نه؟ حالا دورخیز میزنه ضربه رو و توی دروازه، توی دروازه. دی نگاه میکنه اونجا تمرکز کرده، حرکت میکنه، سانتش انجام میشه کوتاه، موقع داره نساجی مزندان فرصت. یکم زیاده در میانه میدان. پاس عمقی که اونجا گلسیانی دیدنی رامین رضاییان رو هم دیدین در لیگ قطر در تیم اشهانیه. فرستاده میشه در سمت راست، موقعیت برای احسان حاج‌صفی. ولیسیانی سد راه او میشه و پرتاب برای تراکتوری. تغییر تاکتیکی از مهم صحنه، فرصت برای تراکتوری. دهقانی محمد عباسانی و باز هم ولیسیانی خوب. حالا فرصت پشت محوطه جریمه که باز هم این ولیسیانی است که ارتباط رو قطع میکنه. حالا مهدی کوتاه میزنه علیپور پشت جریمه. نوراللهی و موفق‌تر جورجی ولیسیانی مرتب نساجی. پاس بلند، ولیسیانی راحت کنترل میکنه و
میده به سجاد تو بعد دست میره دوباره یاران پرسپولیس موقعیت خلق فرصت رو دارن. نادری ارسال فرصت برای تیم نصر پرسپولیس ولی باز هم نمیتونن مدافعان تیم نصر خدمتتون عرض خواهم کرد حرکت قاسم نژاد از سمت چپ فرصت برای بازیکنان شهر خود رو خود امیر شاکری ضربه سر از گبلسی قاسم حرکت فرامرزی پاس رو به جلو رو داد که آن رو میبینید پشت محوطه جریمه یه موقعیت درون ما برای پیام نیازمند یه لحظه اشتباه و بازم گبلسیانی حالا فرصت آفساید هم اعلام نشده یه موقعیت کیروش جوری حالا استوکس دابه توپ هست فرصت برای تیم تراکتور استوکس و توپ میگیره امین رضایی اونها دیدید یکی دو تا چهره آشنا هم رو نیمکت هست یه لحظه گادوینر دست و دلش میلرزه برانکو برای آوردن اونا به زمین یه فرصت در محوطه جریمه یه موقعیت همه رو به هم میزنه گادوین منشا ستاری بازی میکنه مدافع سمت چپ این تیم هجوم های ستاری و همچنین امام علی فوق العاده برای حالا بار دیگه نفوذ از اون سمت داخل محوطه جریمه فرصت این بار برای پیکان برای باقرپور در بعد ورود بلسیان او رو اداره میکنه و توپ رو به بیرون میفرسته میزنن باقرپور مقابلش بلسیانی هست باقرپور موفق تر هست و حالا توپش رو به بیرون میزنه توی دروازه برگشت توپ از مدافعین مستحکم فولا در این دقایق بازم ولسیانی خطا داره برمیگرده انشالله به همون روزهای خوبش صاحب توپ از یاران عبدالله حسینی بلند توپ میزنه دقیقه 33 هم توپ مالکی رو می مومن میشه استقلال در بازی همزمان یه گل به ماشین سازی زده تیم‌های مدعی اصلا کم نمیارن و همه دارن میبرن یه بار پشت تکنیک و رو به جلو بلسیان و پوشش عالی از او عبدالله زاده دو کوتاه این بار ضربه به سمت دروازه حرکت بازیکن استقلال درویشی فرصت برای استقلال خوزستان ضربش خورد به مدافع دریافت کرده برمیگره به هفته 22 25 اسفند ماه در تهران مقابل استقلال تهران میری پاس در اون برای باقرپور یه موقعیت فرصت برای استقلال معین عباسیان میاره به این سمت ارسال توپ خطرناک داخل محوطه اون سمت زمین دوباره بازیکنان سایپا که در این دقایق از زیر فشار حملات سپاهان 2-1 برای سپاهان تیم مهمان هست تیمی که خدمتتون عرض کردم بیش از هم جهانی به زیر تو به دروازه برگشت داده میشه همه بازیکنان سپاهان کشیدن یه بار دیگه موقعیت ساخته و پرداخته میشه حسن پشت محوطه جریمه ضربه سانتوس باخت چه خواهد بود نیمه دوم سریال جذابی است که حتما بیننده یه او باشید یه ضربه یه دیگه و باز هم کرنه داخل محوطه جریمه روی پای چپ ضربه ای که ویش solicitar agora a subida de Algana. Ele vai para o lateral direito. Surge ali o carto de Gvelesian. Bem jogado por Assir e ganha espaço. Amdala. A antecipação de Gvelesian. Está Amdala a pedir a bola outra vez. Já vai chegar o marroquino. Pode tirar o cruzamento. Já saiu. Vale o corte. Das rondas o Al-Nassr empatou em casa com o Alçada 2 e venceu o Al-Ain fora por 2-1. Quanto à equipa do Sepahan, venceu o Alain. Ainda dentro dos relevados, ele marcou hoje, o espanhol. E agora Alganama tenta... para o remate e depois acabou por assistir a Soros. O remate é que saiu por cima, mas logo na resposta, por pouco, não marcava a equipa do Sanders. O Alain, que ainda não conseguiu vencer nesta liga. Primeiro aviso mais sério do encontro. Aparecer precisamente aos 13 minutos. Martínez. Atenção ao Al-Nassr, passa ali a entrada da grande área. Jones em ação e o alívio de Abdullah Madu. Por um pouco de saiado sobre Maicon, fez o que quis.
Tenta depois ali a iniciativa, camisola 23 do Al Nassr. شد و پهلوان به جاش اومد توی زمین. آقای منصوریان گفته بود 3-4 ماه زمان برای پهلوان کافیه که به تیم آبشک ولسیانی حرکت کرده. ممشری برای رحمان جعفری میفرسته. سپاهانی که در فصل گذشته در هفته 24 در ورزشگاه شهید وطنی بعضی از تماشاگران تیم نساجی از شدت سرما ورزشگاه رو ترک کردن. باور فرمایید که این هوای سرد رو ما اصلا به یادم نداریم توی ورزشگاه شهید وطنی. کبی بلند برای استوکس، مهاجم خطرناک لیگ. حالا سوکیتا، ولسیانی مسلط توپو دور میکنه، خود او میزنه به تو، هنوز ثابت توپ ولسیانی. حرکت سجاد آشوری دارن اضافه. ولسیانی در اختیار دارن. ولسیانی با توپ چند متری حرکت میکنه، مقابلش آبشک. ولسیانی ولسیانی 1180 نفر تعداد تمام. توپ ضربه میزنه پشت دفاع سپاهان، توپ رو میندازه، مالکی حرکت کرده. ولسیانی خیلی خوب یه دیر پسر پا میزنه و توپ رو میبره در اون سمت برای حرکت بازیکنان سپاه. دروازه بیاد بلند و کشیده روی دروازه، از همه عبور میکنه داخل محوطه جریمه. چه کنترل قشنگی کرد، حالا توپ میاد روی دروازه و میگیره توپ رو. ولسیانی بر میگرده اصلا پشت محوطه جریمه، جا برای ضربه زنی هم هست. توپ دور میشه یه بار دیگه، یه موقعیت خطرناک دیگه روی زمین. یعنی کنارش رضا میرزایی هست، یه پاس به جلو میندازه، حالا حرکت دوباره چه گرفت رضا میرزایی، خودش یه پاس داخل محوطه جریمه، یه ضربه اولی گرفت اونجا کویلیتایا، برگشت داد دوباره موقعیت شاید رو به جلو برای نوفالا با یورگ ولسیانی. تشویق معدود تماشاگران اصفهان لال و میثم کریمی. جورج ولسیانی، خود جورج رد و بدل میشه بین بازیکنهای سپاهان. گیورگی ولسیانی، گیورگی ولسیانی، چهره محبوب هوادارانه. Vão também acabar a fase de grupos e depois vai discutir-se essa fase eliminar para apurar também um finalista desses grupos, que irá discutir com o finalista desta Zona Oeste o título mais importante de clubes do continente asiático. É um pouco confuso, é também algo que acontece devido à pandemia, portanto foi necessário repensar a organização desta prova. E para já, olhando aqui para estes grupos A, B, C e D, estão todos aqui numa espécie de bolha no Qatar, a jogar e a completar a fase de grupos. Por exemplo, estas duas equipas têm ainda 4 jogos. Acabou por ser eliminado pelo Al Sadd. Encontram-se agora na fase de grupos. Curiosamente, e fica também esse apontamento, este é o estádio. Curiosamente, e fica também esse apontamento, este, através de Gvelicianos. Para já morno aqui em Doha, no Jassim Bin Hamad. Transmissão em direto do Canal 11. Estamos na terceira jornada do Grupo D. Há pouco a saída de Quiro, jogador brasileiro. Trabalhou muito, mas teve poucas chances para brilhar. Queiroz, que está na terceira época no clube
iraniano, antes, mas já estava no campeonato do Irão, no Zoban. A sua carreira representou diversos clubes no Brasil, o América, o Rezende, Novo Hamburgo, o Remo, o Brasiliense, o Salgueiro, enfim, clubes de menor dimensão. Brad Jones a completar. Maicon é fortíssimo no jogo aéreo, muito difícil de ultrapassar Maicon. Valenciano. Na abertura. Treinador ao serviço da União Desportiva Vilafranquense em 2002-2003. Rumou posteriormente aos juniores do Benfica. Seguiu a Asiática de Futebol. Segue o Sepan por Omid Akfran. Este a movimentar no camisola 20. O médio Mohamed Moura já nesta jornada. O Al Sadd venceu por 4-0 o Al Ain de Pedro Emanuel. Hoje já que o Sepahan já podia estar a ganhar pelo menos por 2-0. Não fosse Brad Jones. Tentativa de sair com critério. O Sepahan. A cidade de Qatar e de Doha. Saída de bola de Georgie. À esquerda em Obid Afkan. Árbitro principal e um dos assistentes. Na ponta esquerda. حالا توپ بلند فرستاده میشه توسط در میانه میدان. هر دو مربی برای تعویض دستشون کاملا استاد. ارسال بلند به داخل محوطه یه ضربه سر دیگه. حدادی فر از همونجا میرزه روی دروازه ضربه سر اول. دفعه تو باز شد با پخش مستقیم نیمه دوم بازی تیم های شاید نوار نقطه پیروزیش در آسیا پاره بکنند کنند. ارسال آشوری به روی دروازه از دروازه یه لحظه بیرون اومد اونجا. کویلیتایا بلند سالاری میخواد بسابونه برای سارمی در این سمت یه بار دیگه ارسال بلند به داخل محوطه جریمه توسط مسعود ریگی. وریا دیاباته رو سرش کیروش استنلی برای تیمش به هدر داد. ارسال مهمی به روی دروازه کیروش استنلی. ساجی بازی مساوی شد 1-0. کروزمنت já saiu Amdalá o corte. Atenção Nasser, resposta da equipa saudita, cruzamento, corte. Atenção, cruzamento de Ismael Ifar. Atenção, segundo posto, cabeceamento de Kronos. O terceiro. Passa a entrar aqui na esquerda. Mas então ao livre, batido para o coração do saudita de 19 anos. Tudo a se pegue, né? Tá que o time.